سلام، روزتون بخیر یا شبتون بخیر. من یاسر ژیان هستم. این ویدیو از یه سری جدید کاری که میخوام انجام بدم. امروز 22 سپتامبر، امروز شنبه 22 سپتامبر، احتمالاً 31 شهریوره، آره روز آخر شهریوره، ظهر، سر ظهر، 11:59 صبح. موقع خوبی شروع کردم چون میتونم بگم 11:59 صبح. به خاطر سر و صدایی که ممکنه، نویزی که از بیرون بیاد، ببخشید. ویدیو ضبط کردن تو روز این خاصیت ها رو هم داره وقتی توی استودیو ضبط نیستیم. کاری که میخوام بکنم اینه که یه سری ویدیوهای بدون هدف خاص، بدون برنامه ریزی خاص، بدون سیکونس و سر پست، بدون سیکونس خاص، نمیدونم تو فارسی الان چی باید بگم، پشت سر هم، بدون اینکه پشت سر هم باشن، بدون اینکه هم ربطی داشته باشند، یه سری ویدیو ضبط کنم در مورد برنامه نویسی. اسمشون رو میخوام بذارم وای پروگرام. پروگرام چه اتفاقی افتاد؟ وای پروگرام. حالا در مورد علامت سوالش با تصمیم میگیرم. احتمال علامت سوال نباید داشته باشه. وای پروگرام. ولی خب شما با علامت سوال بخونید. وای پروگرام. و گفتم هیچ برنامه ریزی دقیق، هیچ زمانبندی دقیقی نخواهد داشت. حتی بدتر از بلک نات، اگر کسی که بلک نات رو دنبال میکنن، این حتی بدتر از اون خواهد بود. برای اولین سری ویدیو در مورد برنامه ریزی میخوام صحبت کنم دیگه، مشخصا برای اولین ویدیو از این سری ویدیوها میخوام در مورد زبان اسمبلی صحبت کنم، در مورد زبان اسمبلی که وجود نداره، فقط در مورد یه زبان اسمبلی خاص میخوام صحبت کنم. همونجوری که احتمالاً میدونید، اسمبلی معمولاً یه نگاشت یک به یکی از یه زبان ماشینه. یعنی مثلا توی زبان ماشینی من میتونم یه بایت یا آب کد بذارم 90 هگز و به جاش تو اسمبلی بذارم نو آب، مثلا اگه درست خاطرم باشه 90 هگز نو آب بود تو x86. مهم نیست. به هر حال زبون ماشین یه چیزیه که مختص هر ماشینیه، هر هاردوری، هر سی پی یو یه زبون ماشین داره. ممکنه تکراری باشه، ممکنه مشترک باشه، ولی به هر حال معمولا هر سی پی یو یه زبون ماشین مختص به خودش داره. و معمولا برای اینکه خوندن نوشتن این زبون ماشین ساده باشه و مردم نخوان، برنامه‌نویسا نخوان عدداش رو حفظ کنن و فرمت اینستراکشن ها رو حفظ کنن و این چیزها، یه زبانی معادل اون و با نگاشت یک به یک به زبان ماشین، تقریبا یک به یک، معمولا تعریف میشه که به اون زبان میگن اسمبلی اون ماشین. پس اسمبلی هم معمولا ماشین دیپندنت. One to one. ماشین لنگویج. آره من این دارم طبق معمول دارم اشتباه توضیح میدم، ولی به هر حال خوب توضیح نمیدم، امیدوارم اشتباه نباشه، ولی خوب توضیح نمیدم. حرف توان این respect to یا with respect to. خب پس اسمبلی هم یه چیز ماشین دیپندنت. معمولا زبونهای اسمبلی وقتی کداشو نگاه میکنید خیلی کریپتیکه، خیلی رمزآلوده، خیلی برای کسی که ندونه چیه خیلی سخته. مثلا move rax و اینجوری بنویسم بهتره، move rax و مثلا 14، چرا تایپ نشد، و مول RDX. این کسی که ندونه اینا چیان بلافاصله نمیفهمه که چه اتفاق داره اینجا میافته.
این اسمبلی 8086 x64 در واقع 64 بیتیه 8086 مثلا، خیلی هدف خاصی هم ازش نداریم. حالا میخوام بذارید اینجوری بگم، به نظر من میاد که برنامه نویسایی که اسمبلی بلد نیستن دارن یه چیز خیلی جدی رو از دست میدن، دارن یه دانش بزرگی، دانش مهمی رو از دست میدن که به دست آوردنش خیلی خیلی مهمه ولی خیلی هم سخته. وارد شدن به برنامه نویسی اسمبلی الان کار سختیه تو این دور زمونه، به خاطر اینکه لایه روی لایه روی لایه از ابستراکشن های نرم افزاری گذاشته میشه روی سخت افزار و شما دسترسی به اون سخت افزار ندارید. برای اینکه یه خط کد اسمبلی اجرا کنید از کلی لایه باید رد شید، حفاری باید بکنید، باید تونل بزنید و تازه برای اینکه یه نتیجه از برنامه‌تون بگیرید، برنامه‌تون واقعا اجرا بشه، باید کلی کار انجام بدید. توی محیطی مثل ویندوز خیلی برنامه رو اسمبلی نوشتن کار سختیه، برنامه کامل به اسمبلی نوشتن. تو لینکس هم سخته، اینجوری نیست که تو لینکس حالا خیلی آسون باشه. تو داست یه سیستمی مثل داست که هیچ کاری نمی‌کرد راحت بود، آسون بود و اون جایی بود که من یاد گرفتم برنامه‌نویسی اسمبلی رو، اسمبلی x86 رو. بعد خب وقتی که یه اسمبلی یاد بگیری، اسمبلی دوم یاد گرفتن و سوم یاد گرفتن و پنجم یاد گرفتن خیلی ساده‌تر میشه. وقتی که فکر کنم آخرین زبون اسمبلی که من یاد گرفتم متاسفانه 7-8-10 سال پیش بود برای جی پی یو، که از اون به بعد زبون اسمبلی جدید یاد نگرفتم. من این خیلی بده، شاید به خاطر این باشه که آرکیتکچر جدیدی هنوز چرا دیگه آرم رو همیشه میخواستم تو این چند سال اخیر میخواستم اسمبلی آرم رو یاد بگیرم ولی هنوز فرصت نکردم برم سراغش. این یه جایی توی تو دوام باید بنویسم. بهرحال پس هدف ما بذار اینو بگم که به نظر میاد که اسمبلی یاد گرفتن مهم باشه، به نظر من میاد که اسمبلی یاد گرفتن مهم باشه، حداقل جالب باشه، شاید مهم نباشه ولی جالبه. ولی سخته برنامه‌نویسی اسمبلی، نه به خاطر اینکه خود اسمبلی سخته، به خاطر اینکه حواشیش سخته، به خاطر اینکه رسیدن به سی پی یو سخته. به همین دلیل شاید بد نباشه که بیایم یه زبون اسمبلی خودمون اختراع بکنیم، ابزارهای حواش حاشیه‌اش رو بنویسیم، اسمبلرمون و حتی ویرچوال ماشینی که اون اسمبلی رو میخواد اجرا کنه یا سیمولیتوری که میخواد اون اجرا کنه و که بتونیم باهاش اکسپریمنت کنیم، که بتونیم با زبون اسمبلی ور بریم. به نظر من میاد که این دو چیز مهم رو یاد میده، یکی اسمبلی رو، یک زبون اسمبلی رو یاد میده به آدم و دوم این که خب اسمبلر نوشتن که نزدیک کامپایلره ولی ساده تره نوشتن رو به آدم یاد میده، قدم خوبیه در راستای دیزاین کردن زبان، دیزاین کردن یک اسمبلی، دیزاین کردن یک اینستراکشن ست آرکیتکچر، اینستراکشن ست آرکیتکچر یا ISA. به نظر من میاد که قدم خوبیه در راستای دیزاین کردن یه زبان، حتی اگه ISAمون بازی چه باشه، مثل این ISA که ما میخواییم دیزاین کنیم، حتی اگر اسمبلیمون ساده باشه، فقط برای بازی کردن، برای یاد گرفتن باشه. و خب پارسر رو این هم نوشتن که پارسر، کود جنریتور، ویرچوال مشین نوشتن، بایت کود دیزاین کردن، این چیز هم تمرین های خوبیه در راستای کامپایلر نوشتن، زبون اسکریپت، اسکریپتینگ لنگویج دیزاین کردن و پیاده سازی کردن، استک کاملش رو پیاده سازی کردن. و خب همه این کارا ساده تر از اون کارن. یه زبونی مثل سی پلاس پلاس، یه کامپایلر برای زبونی مثل سی پلاس پلاس نوشتن کاریه که یه تیمی از آدم‌ها سال‌ها انجامش سعی می‌کنن انجام بدن و نتیجه‌ش هم معمولاً تو دهه اول خوب نمیشه. 10 سال بعد بگذره تا یه کامپایلر سی پلاس پلاس خوب بشه. برای اینکه سی پلاس پلاس زبون خیلی پیچیده‌ایه. یا خود دیزاین سی پلاس پلاس چند ساله؟ 30 سال طول کشیده تا به اینجایی که الان هست رسیده که همه ازش ناراضین. برای همین میریم سراغ اسمبلی. خب این از جاستیفیکیشن. حالا ببینیم که چه کار می‌خوایم بکنیم. که اسمبلی می‌خوایم دیزاین کنیم. اسمش هست YIL. Y Assembly Language. این رو هم میتونید با الان سوال بخونید یا نخونید.
مطمئنم که YAL قبلا وجود داشته، Yet Another Language احتمالا بوده، چون از این YA همشون Yet Another یه چیزی هستن، همه ی وریشناش فکر کنم وجود داره. ولی خب ما نمیخوایم با این زبونمون کار خاصی بکنیم، فعلا اسمشون میذاریم YAL، کاری به بقیه نداریم. برای اینکه اینو پیاده کنیم، قدم اولمون استپ 1 دفینیشنه. زبونمون رو میخوایم تعریف کنیم که زبونمون چیه، اون ماشین مجازی که روش میخواد اجرا بشه، اون سی پی یو فرضی که وجود نداره ولی میخواد این اسمبلی رو اجرا کنه چه شکلیه، اینستراکشنمون تقریبا چه شکلیه. لوس دفینیشن، اینیشال دفینیشن، یه دفینیشن ابتدایی انجام میدیم از زبانمون، از of ISA and language. قلب دوم اینه که language and syntax. قلب دوم اینه که یه lexical analysis، تحلیل متنی انجام بدیم، یعنی پیاده سازی کنیم لکسرمون رو. مثلا هم بهش لکسر هم لکسر لیر لکسر هم میگن. توکنامونو اینجا جایی که باید گرامرمون رو هم تعریف کنیم. بذار دور اینجوری بنویسم، گرامر، گرامرمون رو تعریف میکنیم. قدم سوممون اون این میشه که لکسیکال انالیسیسش رو پیاده سازی کنیم. ایمپلیمنت، اینا دیگه پیاده سازی، ایمپلیمنت لکسیکال انالیسیس. قدم چهارممون میشه ایمپلیمنت پارسر. پنجممون میشه ایمپلیمنت بایت کود جنریتور. تو اسمبلی خب با اپتیمایزر و این چیزا سر و کار نداریم، احتمالاً با AST Abstract Syntax Tree و این چیزا سر و کار نه احتمالاً سر و کار نداریم، چون اکسپرشنی نداریم و به دلایل دیگه. برای اونایی که میدونن Abstract Syntax Tree چیه دارم میگم، اگر نمیدونید چیه نگرانش نباشید. قلم آخرم اینه که implement virtual machine یا سیمیلیتور. سیمیلیتور شاید اسم خوبی نباشه. قدم هفتم هم نمیدونیم چیه ولی خب احتمالاً باید یه کاری بکن. طبیعتاً این کاری که من میخوام انجام بدم خیلی فرمال نخواهد بود، خیلی از کتابای گرامر، از کتابای نظری زبان ها، از کتابای زبان های تئوری زبان های برنامه نویسی، برنامه سازی، از این چیزا در نمیاد. یعنی من کاری به اونا ندارم و به همین دلیلم لکسرمون کند خواهد بود، چه میدونم پارسرمون کند و بد خواهد بود نسبت به کارهایی که میشه کرد. ولی چون زبونمون ساده است احتمالاً متوجهش نمیشیم، احتمالاً نگرانی نخواهیم داشت. نگران نباشید، عمدن چیزی رو من ندیده نخواهم گرفت، ولی خواهید دید که اسمبلی پارس کردنش خیلی کار ساده ایه، نسبتاً کار ساده ایه. کد جنریشن هم براش همینطور. خب این پلانمونه که میخوایم انجام بدیم، طبیعتاً تو یه جلسه نمیشه، من یه سعی میکنم که بیشتر براش وقت بذارم. نمیدونم، شاید این کار از بلک نات ساده تر باشه، چون بلک نات کار سختیه، این ساده تر. اینو به هر جوری که بتونم میبرم جلو، امیدوارم. برای زبان ما، برای کد ما یه سری اتفاقا خواهد افتاد. من میخوام قسمتی که باید پیاده سازی کنیم رو توضیح بدم. اول از همه من از یه اسمبلی شروع میکنم، از اسمش بذارم YAL، از کد YAL شروع میکنم که کد YAL حالا یه قیافه‌ای داره، نمیدونیم چه قیافه‌ای داره. YAL code assembly language code، درسته؟ و این assembly language code رو تبدیلش میکنم به چی؟ در ضمن
این وسط باید توضیح بدم. ادیتوری که من دارم استفاده میکنم اسمش اتمه. اولین باری که دارم از این ادیتور استفاده میکنم، فعلا که دوستش دارم، فعلا به نظر میاد ادیتور خوبیه. نمیدونم ولی واقعا فعلا که کار من میکنه. دیفالتش هم مشکیه پشتش و فری هم هست، مثل سابلایم تکست نیست که قور بزنه. سابلایم تکست هم خیلی ادیتور خوبیه، خیلی ادیتور قویه، ولی خب یه ذره قرقروه وقتی نخریش. این فعلا اینجوری نیست. اتم تازه هم ریلیس شده، فکر کنم گیت هاب یا ریلیسش کردن، اگه خواستید ببینید چیه. منتها بار اول من دارم از استفاده میکنم، اصلا نمیدونم که خوبه یا بده. خب اسمبلی لنگویج کد من دارم که شکلی داره دیگه، یه سری نمونیک، یه سری خط به خط، یه سری اینستراکشن داره، یه چیزی فرض کنید شبیه اینی که این بالا نوشتم، منتها اون اسمبلی x86. اینو من تبدیلش میکنم به یه سری توکنایزش میکنم. در واقع این فراینده اسمش توکنایزیشنه، فرایندی که اونجا اتفاق میافته. بذار یه دونه اینجوری بنویسم که بتونم توکنایزیشن روش اتفاق میافته و تبدیل میشه به توکن استریم. مثلا اسمش رو میذارم توکن استریم. توکن استریم این شکلیه که توش این توکن استریم اینجوری روش نگاه کنید که دیگه رپرزنتیشن تکست دیگه نیست، رپرزنتیشنی توی حافظه سیست، توی حافظه اسمبلر منه، اون برنامه که میخواد اسمبل کنه این کد رو، و توی اون حافظه اون رپرزنتیشن این توکن های استریمی، یه آرایه از توکن هاست، مثلا هم برای اون بالاییه، برای این دارم با دست اشاره میکنم، مرسی، برای این برای این مثالش اینجوری خواهد بود که میشه چی، مثلا میشه instruction، بعد یه دونه register، بعد یه دونه immediate، بعد یه new line، بعد یه instruction، بعدش یه دونه register، و بعدش هم EOI. قرار وقت با دالر هم نشون میده، یعنی end of input. این رشته ای از توکن هاست. طبیعتا همراه اینا ولیوش هم هست، مثلا instruction همراهش این هست که instruction در واقع MOV move، یا این register RAX RAX حالا قرار وقت میگن، ولی RAX. این immediate ولیوش هست 14 هکس که میشه 20 مثلا دسیمال. این یکی EOL end of line، حالا ولیوی شاید همراهش نباشه، end of line دیگه. instruction یعنی اینکه اون یکی تموم شد. این instruction یا میتونه این end of line مثلا تو توکن استریممون نباشه، حالا انتخابش با خودمونه. instruction بعدی مثلا همراهش هست که این MUL مال multiply، یا register بعدی RDX الاخر. و end of input هم که end of input. بس این رو توکنایزش میکنیم و تبدیلش میکنیم به توکن استریم. از توکن استریم ویه بزرگ بذارم بهتره. آره. خب از توکن استریم اینو تبدیلش میکنیم به اگر یه زبون عادی داشتیم تبدیلش میکردیم به پارس تری، یا بعدش ابستراکت سینتکس تری، یا رپرزنتیشن های دیگه متفاوتی که واقعا برای این کار وجود داره، ولی همشون همشون مشابه همن. آره پارس تری یه رپرزنتیشنی، یه جور رپرزنتیشنی از اینستراکشن هامون میخوام، یه رپرزنتیشن معمولا هم درختیه، یعنی برای این مثالی که زدم، مثال دو اینستراکشنی که اون بالا نوشتم، یه همچین چیزی میشه، مثلا یه درختی میشه از اینکه میگیم اینستراکشن پار چیزاش چیان، فرزنداش چیان، دارم با فرمت اس اکسپرشن فکر میکنم به اینو میگن اس اکسپرشن، دارم اس اکسپرشن مینویسم، اس اکسپرشن نیست قطعا ولی شبیه اس اکسپرشن. اینستراکشن خود اینستراکشن هست موو، پارامتر اولش رجیستره که این رجیستره رکسه،
و پارامتر دومش move این به اون immediate که immediateمون مقدارش هست 14 هکس. instruction اول، instruction دومم هست instruction، یا شاید statement می نوشتم بهتر بود. حالا این درخت فرمتش یه خاصی داره دیگه، حالا اینجوری ادامه داره. یه سیکونسی از، فرض کن یه درختی داریم که یه روتی داره به اسم پروگرام مثلا، و این پروگرام یه عالمه فرزند داره، فرزنداش تک تک اینستراکشن هایی که ما تو برنامه‌مون داریم، و هر اینستراکشن فرزنداش باز خود اینستراکشن، نمیدونم پارامتر اولش، پارامتر دومش، پارامتر سومش اگه داشته باشه، پارامترش. برای یه زبونی مثل اسمبلی این درخت خیلی عمیق نمیشه، ولی میتونید فرض کنید برای یه زبونی مثل سی این درخت چقدر میتونه عمیق بشه. پروگرامه تقسیم میشه به یه سری مثلا بلاک یا هر چی، سری استیتمنت که بعضی استیتمنت ها خودشون فانکشنن که چه میدونم نام دارن، ریترن ولیو دارن، ریترن تایپ دارن، پارامتر دارن، اسم دارن، پارامتراش استیتمنت، بس خودشون یه بلاکیه که توش یه عالمه استیتمنت، استیتمنت ممکنه فور باشه، حلقه فور که داخل خودش یه عالمه استیتمنت داره. همینجوری این درخت هی میره پایین‌تر. برای زبون معمولی این درخته خیلی عمیق‌تر میشه و خیلی کاربردی‌تره اون درخته. برای اسمبلی خیلی اینجوری نیست، خیلی عجیب و غریب نیست، برای همین ما دیتا استراکچر ممکنه اصلا درخت نباشه. حالا وقتی رسیدیم بهش چکش میکنیم ببینیم که چه دیتا استراکچری برامون لازمه. یه جور دیتا استراکچری خواهد بود که بتونه اینستراکشنمون نشون بده. بعد از این پس به این کار میگن پارس. اگه اون نمیشم توکنایزیشن، اگه اون نمیشم پارسینگ، پارسیشن، پارس، این هم نمیشم توکنایز، پارس. و یکی از یه جواب مهم، یعنی یه دانش دیگه که بعد از پارس به دست میاریم اینه که آیا این برنامه ولید هست یا نظر سینتکسی و یه مقدار نظر سمنتیکی، آیا این اینستراکشنی که من نوشتم این تعداد پارامتر رو داره یا نه، آیا اصلا یه همچین اینستراکشنی معتبر هست یا نه. اینا بعضیاش تو قسمت توکنایزیشن ممکنه اندل بشه، لکسیکال انالیسیس، بعضیاش ممکنه تو پارس هندل بشه، یا حتی بعضی وقت و بعضی خطاها رو فقط تو کد جنریشن، موقع کد جنریشن بتونیم بفهمیم، ولی یه بخش عمده از خطاها تو همین قسمت پارس دیتکت میشن، تشخیص داده میشه آیا این متنی که نوشته شده یه برنامه معتبر به این زبانی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم هست یا نه. مرحله بعدی کد جنریشنه، کد جن، و کد جن خروجیش بایت کد استریمه که ما به جای اینکه بایت کد اصطلاح خوبیه برای استفاده که ما میخوایم بکنیم، ماشین لنگویج نیست دیگه، چون ما واقعا ماشین فیزیکی نداریم، یه بایت کد، یه واقعا فرق بایت کد و ماشین لنگویج رو من نمیدونم به جز اگر فرقشون فرقی غیر از این مسئله که گفتم داشته باشن، اینکه یکیشون برای ماشین فیزیکیه، یکیشون برای ماشین ویرچواله. بایت کد معمولا پورتبلن، اینم یه فرقی هست که چون به هر حال برای یه ماشین مجازی، ماشینی که وجود نداره است، میتونن پورتبل باشن، چون ماشین مجازی رو میتونی روی ماشین فیزیکی پیاده کنی، رو هر ماشین فیزیکی شاید بتونی پیاده کنی. بایت کد معمولا پورتبلن، معمولا یه جور دیزاین میشن که پورتبل باشن، ولی ماشین کد اصلا اینجوری نیستن و برای این دیزاین میشن که سریع باشن، یعنی سی پی یو چون هاردوره دیگه، شوخی نداره، هاردوره بتونه سریع اینا رو فچ کنه، دیکود کنه و اکزیکیوت کنه. با توجه به ساختار هاردور دیزاین میشن معمولا ماشین کد. البته یه عامل خیلی مهم دیگه هم که تو ماشین کد تاثیر داره و تو بایت کد هم قطعا احتمالاً تاثیر داره، بکورد کامپتیبیلیتی، یعنی یه ماشینی یه روزی میاد بیرون به اسم 8086 مثلا، دهه 70 اومده بیرون و هنوز که هنوزه کدای ما با اون کامپتیبل، بکورد کامپتیبل، یعنی اینستراکشنایی که ما استفاده می‌کنیم امروز با اون اینستراکشنایی که اون روز استفاده می‌کرده حدود 40 سال پیش، کمتر از 40 سال پیش کامپتیبله. پس خیلی به سرعت دیکود کردن الان شاید فکر نکنیم، به بکورد کامپتیبیلیتی فکر می‌کنیم. نه در واقع ما مهندسای اینتل که
اینا رو دیزاین میکنه، هی جنریشن های جدید دیزاین میکنه. بعد از بایت کور استریم ما اینو سریالایزش میکنیم. احتمالا این خیلی قدم بزرگی نیست. چرا من هی اسپیس میزنم به جای سریالایز؟ اسمشو میذاریم مثلا object file binary file، یه همچین چیزی که این executable on vm. و این مرحله تموم میشه. اگه اپتیمایزیشنی بخوایم انجام بدیم اینجاها باید انجام بدیم، یه جایی توی وسط کد جن معمولا انجام میدن، شاید تو پارس، نه تو پارس نه، تو کد جن انجام میدیم اگه اپتیمایزیشنی بخوایم انجام بدیم. قدم بعدی یا برنامه جداگانه که باید بنویسیم اینه که یه دونه از این باینری فایل ها رو بگیره و اگزیکیوتش کنه. یه دونه virtual machine to execute our binary file. این هم میخوایم. پس یه virtual machine هم میخوایم که اینو اجرا کنه. یه برنامه دیگه خواهد بود. این قدم هایی که این بالا نوشتم برای هر دوشه virtual machine، مرد شیشش اون آخری است. این پس پلن ماست. حالا میرسیم به دیفاین کردن اسمبلی. معمولا سی پی یو ها، سی پی یو های فیزیکی که باشون سر و کار دارید، همتون همه ما سر و کار داریم باشون، معمولا یه سری اینتراکشن تعریف میکنن. وقتی اینستراکشن ستشون رو نگاه کنید یه سری اینتراکشن تعریف میکنن بین سی پی یو مموری و دقت کنید که متاسفانه اینا سیمتریک نیستن و رجیستر معمولا این شکلیه. این خیلی ساده شده و بچگانه است، یه نگاه خیلی به درد بخوری نیست، ولی به هر حال من یه سی پی یو دارم که وظیفش اجرا کردن اینستراکشن است. اینستراکشن های آلیو مثلا جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، هرچی. اینستراکشن های برانچ مثلا از اینجا به پر اونجا اگر از به کوچیک‌تر بود. به اینستراکشن های خوندن و نوشتن از حافظه، این دیتا رو بیار از حافظه تو سی پی یو و توی رجیستر بنویس، یا از این رجیستر بنویس تو اون حافظه، یا از حافظه حتی تو حافظه بنویس، بعضی از سی پی یو دارن، یا از این رجیستر ببر تو اون رجیستر، شیفت بده، از اینجور کارا بکن. اینا کارهای مختلفیه که سی پی یو میکنن. گاهی وقت فلوتینگ پوینت، واحد فلوتینگ پوینتشون جداست، معمولا جزء آی ال یو شون نیست. اریثمتیک لاجیک یونیت یه بخش مهمی از سی پی یو، ای ال یو که معمولا فلوتینگ پوینت جزءش نیست، و واحدهای فلوتینگ پوینت، واحدهای سیم دی، اس آی ام دی شون جداست، واحدهای فچ و دیکود و این چیزاشون جداست. سی پی یو بالاخره باید این اینستراکشن ها رو بخونه ببینه چی ان. معمولا مایکرو کد دارن داخل سی پی یو، یعنی یه برنامه‌ای دارن، یه زبون برنامه‌نویسی دیگه داخل خودشون سی پی یو دارن، یه زبون اسمبلی مانند که همه سی پی یو مدرن اینجوری کار میکنن الان دیگه، که مایکرو کد بیسدن، یعنی تو داخل سی پی یو رو هم میشه پروگرام کرد. یعنی اون چیزی که ما براش می‌نویسیم، زبون ماشینی که ما می‌نویسیم، واقعا زبون ماشین اون سی پی یو نیست، یه چیزی که میاد ترجمه میشه به زبون ماشین دیگه و اون زبون ماشین دیگه است که سی پی یو رو درایو می‌کنه. منتها اون زبون ماشین داخلیه به دلایل خیلی زیادی چیز نیست، به درد بخور نیست برای اینکه ما از بیرون بنویسیم، مخصوصا اینکه واقعا خیلی سی پی یو دیپندنت، یعنی از این مدل سی پی یو به اون مدل سی پی یو ممکنه تغییر کنه، از مدل امسال به مدل 6 ماه دیگه ممکنه، امروز به 6 ماه دیگه ممکنه تغییر کنه سی پی یو، میکرو کد سی پی یو، به هر حال میکرو اپریشن هایی که داخلش. اون وظیفه سی پی یو دیزاینر توی دامین سی پی یو دیزاینر و ماشین دیزاینر ها میافته، به ما ربطی نداره. الان هم حتی یعنی ما نگرانش نیستیم، یعنی ما میخواستیم یه سی پی یو رو پیاده سازی کنیم نگرانش بودیم، الان نگرانش نیستیم. یه سی پی یو رو واقعا سخت افزارش رو دیزاین کنیم، ما سی پی یو دقت کنید که دیزاین نمی کنیم، ما آی اس ای دیزاین می کنیم، اینستراکشن ست آرکیتکچر. میتونید اینجوری بهش فکر کنید که ما ارتباط بین نرم افزار و سخت افزار رو داریم دیزاین می کنیم. اون چیزی که نرم افزار
واقعا میده دست سخت افزار و سخت افزار اجراش میکنن و داریم دیزاین میکنیم، به واقعا خود اون سخت افزار خیلی کاری نداریم و ما میخوایم سخت افزارمون رو ویرچوال پیاده سازی کنیم، میگه سیمولیتور براش بنویسیم تو نرم افزار. به خاطر همین لازم نیستش که خیلی نگران این باشیم که مثلا اینستراکشنایی که طراحی میکنیم یا ماشینی که طراحی میکنیم یا آی اس ای که طراحی میکنیم خیلی تو سخت افزار چجوری میشه، آیا سخت افزارش افیشنت میشه یا نه. نگران این چیزا نباید باشیم. افیشنسی مخصوصا خیلی موضوعی نیستش که ما بخوایم بهش فکر کنیم. به هر حال داشتم در مورد سی پی یو، مموری و رجیستر صحبت میکردم. مموری که خب مموری هممون در موردش میدونیم، سی پی معمولا آی او هم این بغلا هست. بذار حالا که اینا رو نوشتم آی او رو هم بنویسم. در مورد آیو اصلا نمیخوام صحبت کنم، فقط نوشتمش که بدونید اونجا هست آیو هم. یه بحث جدیه ولی توی سیستم دیزاین، ولی در مورد آیو نمیخوام اصلا صحبت کنم. آیو اونو خواهید دید که ما چجوری انجام میدیم. یه آیو خیلی ساده خواهیم گذاشت برای کنسول خوندن و نوشتن، کار خاصی نمیخوام بکنیم، بیشتر برای آموزش و بازی کردن، خیلی نمیخوایم چیز جدی دیزاین کنیم. پس آیو هیچ برای ما، آیو مهم نیست. سی پی یو هم داخلش برام مهم نیست، اینستراکشناش مهمه، اینکه چجوری کار میکنه، از بیرون چجوری دیده میشه که داره کار میکنه مهمه، ولی داخلش مهم نیست. مموری رو ولی میخوایم داشته باشیم چون به هر حال با دیتا سر و کار داریم. منتها در مورد ابستراکشن مموری هم صحبت میکنم، اینکه مموری رو چجوری میبینیم. رجیسترها یه چیزیه که اکثر سی پی یو ها دارن، یه سری فرض کنید مموری هایی دارن که اسم دارن اینا، معمولا مثلا تو x86 اسم رجیسترامون الان هست RAX, RBX, RCX و RDX. البته ترتیبش این شکلی نیست واقعا، ولی به هر حال RSI, RDI, RIP بالاخر RFlex، نه Flex که همون سیده بیتیه بکنم، E-Flex اسمش هنوز، RSP و RSP و RBP و خب R8 تا R15 هم داریم دیگه، R8 تا R15 هم داریم که توی 64 بیتی اضافه شدن. 16 تا 20 تا تو این مایها رجیستر داریم، 20 تا رجیستر داریم تقریبا، 20 تا رجیستر جنرال پرپس داریم، یه 50 60 هم فکر کنم رجیستر اضافه داریم که به هیچ دردی نمیخورن معمولا، مگر اینکه وقتی که واقعا لازمشون دارید برای یه کار خاص اون رجیستر ساخته شدن. این رجیستر جنرال پرپس باشون تقریبا همه کار میشه کرد، میشه توشون آدرس ذخیره کرد، میشه توشون عدد ذخیره کرد، با هم جمعشون کرد، از هم کمشون کرد، میشه این کارا رو باشون کرد. ماشینی که ما الان میخوایم در موردش صحبت کنیم رجیستر نداره، رجیستر نمیخوایم داشته باشه، پس نو رجیسترز. آی او هم که الان به این نتیجه رسیدیم که نداشته باشه. رجیسترها تو ماشینهای عادی، توی هاردورهای عادی، سی پی آی عادی، حافظن دیگه، معمولا سی پی او کاراشون رو رجیستر فقط میتونن انجام بدن. تنها کاری که با مموری معمولا سی پی او میتونن انجام بدن اینه که ازش دیتا بخونن. بعضی سی پی او مثل x86 میتونن به عنوان یه طرف عملیاتشون از حافظه استفاده کنن. مثلا وقتی میخوای ضرب کنی بگی ضرب کن این رجیستر رو در این خونه حافظه، آدرسش رو بهش بدی و بگی در این ضرب کن. ولی واقعا اتفاقی که میفته اونم تبدیل میشه به دست کم دو تا عملیات، از حافظه میخونه میذاره داخلی رجیستر داخلی و احتمالاً و بعد ضربش انجام میده. به هر حال سی پی او معمولا کاری که میخوان انجام بدن فقط داخل خودشون، یعنی تو حافظه نمیتونن کاری انجام بدن، ممکنه به نظر بیاد که دارن انجام میدن ولی اینجوری نیست. ولی ما رجیستر نمیخوایم داشته باشیم. رجیستر با خودش کلی مشکلات میاره، مثل اینکه من رجیسترامو برنامه‌ریزی کنم برای اینکه، چون رجیسترها تعدادشون محدوده دیگه، برنامه‌ریزی کنم برای اینکه این رجیستر رو برای چه کاری استفاده کنم تو این قسمت از کدم. اونایی که اسمبلی یه ذره نوشته باشن میدونن که یکی از مشکلات خیلی بزرگ رجیستر الوکیشن ذهنیه، اینکه من چی رو برای چه کاری استفاده کنم، کدوم رجیستر. ما نمیخوایم رجیستر داشته باشیم. ولی دایرکت مموری آی او هم نخواهیم داشت. ما یه استکی میذاریم توی الان دیگه پنجمیشون نمیدونم کجا نیستم کانسپت، ما یه اسمشو میذاریم دیتا استک. استک با اگزیکیوشن استکی که باش آشنایید متفاوته و مثلا اینستراکشنی که میخوایم تو این سی پی یو ما بزنیم، یه برنامه خیلی کوتاه بنویسیم. من میخوام یه برنامه بنویسم که دوتا عدد رو بخونه از کیبورد. حالا مثلا این هیچ سی پی یو واقعی، این یه همچین اینستراکشنی که من الان میخوام بنویسم نداره، ولی من برای این سی پی یو مینویسم چون میخوام کارم راحت باشه. یه اینستراکشنی مینویسم به اسم read
read i هم میذارم که اینتجر بخون، همین یه اینستراکشن دیگه هم می‌نویسم read. و کاری که این دو تا دوباره اینستراکشن میکنه اینه که یه عدد از کیبورد میخونه یا از ورودی استاندارد هر چی که هست میخونه، یه عدد اینتجر رو میخونه، این آی یعنی اینتجر، و این رو کامنت ها من با سیمیکال نشون میدم، read an integer from stdin and push it onto data stack. اسمش میتونم register stack هم بذارم، ولی خب برام data stack. یه استکی داریم کنار سی پی یو، فرض کنید به جای اون رجیسترها یه استکی داریم داخل سی پی یو. در مورد اندازه استک چقدر باید باشه اینا هنوز تصمیم نگرفتیم، باید در موردش صحبت کنیم، یه مسئله جدیه، ولی خب الان مشکل ما نیست. یه عدد میخونه و عدد رو پوش میکنه روی این استک. پس من یه استکی داخل سی پی یو دارم که الان پایین ترین عددش، اون پایین ترین چیز جایی که برام جالبه، عددی که از کیبورد خوندم، و دوباره همین کارو انجام میدم. درسته، یه عدد دیگه میخونم و میذارم روی اون. الان عدد اولی که وارد کردم مثلا اگه 42 بوده رفته پایین، ولی دومی که وارد کردم اگه 7 باشه اومده روش. و اینستراکشنی که میدم اینستراکشن جمعه، و جمع پارامتر دقت کنید که نداره، برخلاف اسمبلی هایی که ممکنه دیده باشید. pop and add to integers on top of data stack and push their sum. دقت کنید من برای جمع پارامتر دیگه نمیخوام، نگفتم کدوم رجیستر رو با کدوم رجیستر جمع کن. و آخرش هم یه write lni مثلا، یه همچین instructionی دارم، pop and output integer integer top of data stack to std::art. همین، یه برنامه ساده است که دو تا عدد میخونه، جمع میکنه و حاصل جمعشون رو چاپ میکنه. اون write ln رو فعلا فراموش کنید، write خالی، write i یعنی اینتجر رو بنویس. اوکی، این برنامه ساده است. همین برنامه رو تقریبا باز برای اونایی که اگر با اسمبلی x86 آشنا باشن بخوایم مشابهش رو بنویسیم، همونطور که میدونید تو اسمبلی x86 هیچ اینستراکشن، هیچ روش مستقیمی نداریم که یه عدد رو بخونه از کیبورد یا عدد رو بنویسه رو کنسول، از این چیزا نداریم. ولی فرض میکنیم فانکشناش اگه داشته باشیم، کاری که من میکنم اینه، میگم کال کن، حالا اینستراکشن اونو بزرگ نوشتم، اینستراکشن خودم دارم کوچیک مینویسم، حالا یه فکری بود واسه فرمت استاندارد بکنم. حالا فرض کنیم بزرگ یعنی زبون ما، کوچیک یعنی زبون x86، اسمبلی x86. کال کن read integer. این خیلی جزء read integer یه چیزیه که فرض میکنم وجود داره، فقط میخوام برنامه قابل مقایسه باشه. میگم move کن به کجا، اینو باید عدد یه زن نگه دارم دیگه، مثلا به rbx و rax. فرض میکنم read integer خروجش رو تو rax برمیگرده، برای همین من rax رو توی rbx save میکنم. دوباره read integer رو read چه دارم اینجوری می‌نویسم، integer رو فراخوانی می‌کنم، این دفعه حاصلش تو rax، جمع می‌کنم rax رو با rbx، rbx عدد اولی توش بود، rax هم که عدد دومی توشه، جمع تو x86 اکثر اپریشن ها اینجوری هستن که دو تا پارامتر می‌گیرن، اولی خروجیشه و پارامتر اولش هم هست، یعنی اولی رو با دومی جمع میکنه میذاره تو اولی، پس rax رو با rbx جمع میکنه میذاره توی rax. و آخرش هم کال میکنم write integer. write integer اگه فرض کنیم فانکشن write integer هم از من انتظار داره که اون عددی که میخواد چاپ کنه رو توی rax بهش تحویل بدم. دقت کنید که فرض کردم که
read integer عددی که میخونه رو توی RAX برمیگردونه و write integer هم انتظار داره که توی RAX باشه اون عددی که میخواد بنویسه. این خیلی unreasonable نیست توی x86. پس یه همچین چیزیه. منتها ما خیلی کد read integer write integer رو write integer رو ننوشتیم. اینا خود کدشون طولانی خواهد بود و خیلی سیستم عامل dependent خواهد بود و environment dependent خواهد بود، خارج از بحث ماست. ولی همونطور که اینجا میبینید من اکسپلیسیت دارم با رجیسترام کار میکنم. توی همچین اسمبلی من رجیستر اکسپلیسیت ندارم. من یه استک دارم که یه چیزایی رو پوش میکنم، روش پاپ میکنم، متغیر حافظه خواهم داشت، یعنی چیزایی تو حافظه مینویسم و از حافظه میخونم، ولی رجیستر اکسپلیسیت ندارم. اسم رجیستر رو هیچ وقت نمیبرم. رجیستری نداره در واقع ماشینم. پس دیتا استک instead of register bank. اگر با instruction set JVM و یا CLR CIL Common Intermediate Language معادل جاوایش نمیدونم CIL معادلش چیه، جاوا بایت کد بهش میگن دیگه، درسته. اگه با جاوا بایت کد و CIL Common Intermediate Language که برای دات نت استفاده میشه آشنا باشید، اونا هم دقیقاً آرکیتکچرشون استک بیسد هست. اونا هم رجیستر بیسد نیست و استک بیسد. خیلی از ایده های JVM رو من خیلی ایده های خوبی توش هست، ولی خب اختراعش با اونا نبوده. فکر میکنم قبلا هم وجود داشته، ولی خب خیلی من با تاریخچه آرکیتکچرهای مختلف سی پی یو آشنا نیستم، مخصوصا سی پی یو های که از جنس ویرچوال اند واقعا وجود نداشت. هرچند فکر میکنم پیکو جاوای سی پی یو فیزیکیه که جاوا اجرا میکنه، حالا جی وی ام رو مستقیم اجرا میکنه، بایت کد جاوا رو. خب در مورد دیتا استک صحبت کردم، پس رجیستر نداریم، آی او هم اصلا در موردش صحبت نمی کنیم. کل آی اومون از جنس همین رید آی رایت آی اینستراکشن هایی خواهد بود که کار آی او رو برای ما انجام میدن. حالا آی او پورتی و این چیزا هم که نخواهیم داشت، اصلا در موردش نمیخواد صحبت کنیم، چون وقتی هاردور دیزاینر میگه آی او منظورش با آی او که یه پروگرامر میگه فرق خیلی فرق داره. خب میرسیم سی پی یو رو که در موردش صحبت کردم، میرسیم به مموری. مموری رو هم معمولا سی پی یو ها همشون با آدرس سر و کار دارن و خیلی هم طبیعیه، ولی من نمیخوام که این زبون اسمبلی با آدرس اصلا سر و کار داشته باشه. حالا آدرس رو لازم داریم، از آدرس نمیتونیم بگریزیم، ولی یه جوری اینو میتونیم ابستراکتش کنیم و سیفش کنیم، سیف ترش کنیم که با آدرس خیلی سر و کار نداشته باشیم. به جای اینکه با آدرس سر و کار داشته باشیم، با متغیر من میخوام سر و کار داشته باشم. یعنی توی توی کد اسمبلی اینجوری بنویسم، مثلا بگم alloc i x، یعنی متغیر integer allocate کن به اسم x. این هیچ کار واقعی شاید انجام نده، کارش یعنی کار سی پی یو واقعا شاید نباشه، بیشتر کار یه ویرچوال ماشینه که همچین کاری انجام بده، یا ران تایم یه زبان، یا اصلا شاید کار کامپایلر باشه که آدرس بشه اساین کنه. ولی به هر حال شاید alloc خوب نباشه، let مثلا از بیسیک بیاریم، نه alloc i حالا فعلا خوبه. یه متغیر allocate میکنه و من از این بعد میتونم بگم که pop i into x. pop i چیه؟ pop i یه دونه integer pop i، یه دونه integer از روی اون دیتا استک من pop میکنه و داخل متغیری که اسمش x میذاره. این که من x رو حتما باید alloc کنم چند تا خاصیت داره. این که اول تایپش رو دارم دکلر میکنم با این i که اینجا هست، دوم این که دارم اسمش رو دکلر میکنم که اسمش xه، یعنی اجازه تایپ چک کردن به سیستم رانتایم هم میدم، اجازه یا حتی به اسمبلر هم میدم که اسمبلر من میتونه چک کنه ببینه این متغیر وجود داره، الوکیت شده، چی شده. میخوام اسمبلیم یه ذره سیف تر باشه، یه ذره کمتر احتیاج به مو کندن داشته باشه. حالا شاید هم اشتباه باشه، نمیدونم، هنوز هیچ خیلی بهش فکر نکردم، اینا رو من دارم همجوری on the fly میگم. کاملا ممکنه همش بی خود و غلط و misguided باشه، ولی به هر حال. و آخرش هم باید طبیعتا متغیرمون رو فری کنیم،
VIX. این پس متغیرامون اینجوریه، احتمالا نوع متغیرامون اینتجر خواهد بود، بول خواهد بود و یه متغیر دیگه به اسم رف، یه نوع متغیر دیگه به اسم رف باید داشته باشیم که این رفا هم آی رف و بی رف مثلا اینت، پس بذار اسم اینو بذارم اینت، اینت رف و بول رف و اینت اری و بول اری و اینت اری رف و بول اری رف و میدونی نوعی دیگه که باید اضافه کنیم چیه فقط برای اینت و بول، اینت رف اری و بول رف اری. به نظر میرسه راه حل خوبی پس اینجوری نباشه چون تعدادشون خیلی زیاد میشه، نیست؟ اگه من یه تایپ دیگه بخوام بذار برای این تو بول فقط، آره رفا رو باید یه جوری یه کاری کنم، شاید بتونم یونیفرم کنم رفا رو، یعنی رفرنس هم استرانگلی تایپت نباشن، میشه این کاری کرد؟ اگه رفرنس هم استرانگلی تایپ نباشن تعداد متغیرام خیلی کم میشه، فقط یه رف دارم که به همه چی میتونه ریفر بده اگه استرانگلی تایپ نباشه. چون هم همین تایپ ها رو باید نگه دارم. به هر حال فعلا فرض کنید تایپ ها ایناست. ممکنه تایپ استرینگ، تایپ فلوت، این چیزا هم اضافه بشه. در مورد سایند و آن سایند بودن این اینت باید صحبت کنیم. احتمالاً اینت هم باید سایند باشه ولی دیتای آن سایند هم میخوام. من نمیدونم اونو چیکارش کنم. ممکنه بایت هم به اینا اضافه بشه. اینت بایت هم لازم دارم هر کاری بخوام انجام بدم. فعلا برای آموزش و آزمایش و ور رفتن شاید حتی بول رو هم لازم نداشته باشم. چه برسه به بایت، ولی بذار این رو به این ترتیب بنویسم که اگر خواستم اضافه کنم اینجوری اضافه کنم. مثل همین alloc i من میتونستم alloc br هم بکنم، bool ref اسمشو میذارم p و آخرش هم باید free bool ref کنم p رو. ترتیب باید این رو احتمالاً به ترتیب برعکس این کار رو میکردم باشم free br. احتمال اینو یه تب جلوتر بنویسم چون که alloc abr میخورد با. خب مهم نیست. این پس بحث تایپ ها، من میخوام زبون اسمبلیم استرانگلی تایپت باشه. یه ذره عجیبه ولی خب میخوام باشه، میخوام ترک کنم تایپ متغیر رو، مخصوصا میخوام وقتی که از رجیستر تو از دیتا استکم مینویسم توی حافظه بدونم که دارم چی کار میکنم، یعنی ترک کنم که این اتفاق داره میافته که بتونم ایرور بدم، حتی ایرور ران تایم. پس قاعدتا احتمالا یه اکسپشن سیستمی هم توی زبون ماشینم میخوام، شاید هم فراموش کنم اصلا استرانگلی تایپ بودن رو حداقل تو ران تایم و برسم به واقعا زبون اسمبلی. یه ذره زبون اسمبلی پیاده سازیش راحت تر میشه اگه استرانگلی تایپ بودن رو فراموش کنم، ولی برنامه نویسی باهاش آن سیف تر میشه. آره خب مبحث بعدی اون چیه؟ یه کمی در مورد
گرامرش صحبت کنیم. الان اینیشال دیفینیشن ISO لنگویج انجام شد فکر میکنم. دقت کنید که ما احتمالاً همه ایمیدیت هامون، همه اپریشن هامون همشون 64 بیتی خواهند بود احتمالاً. دیگه چیز خاصی نمونده، یه سری محدودیت ها خواهیم داشت رو تعداد متغیرها، رو نوع متغیرها، رو آرایه هایی که میتونیم الوکیت کنیم. باید اینا رو بیشتر به پیاده سازیش بستگی دارن تا دیفینیشنش، یعنی لازم نیست موقع تعریف خیلی در موردشون صحبت کنیم. خب تعریف گرامر. گرامرمون خیلی این فرمال، اگه بخوایم بنویسیم، من یه فرمتی دارم استفاده میکنم که خودم نمیدونم من. یه شاخه یه وریشن رو BNF یا EBNF فکر میکنم، ولی هر جوری راحت هم مینویسم دیگه. استیتمنت، یه سری شکل کلی اینستراکشن های ما اینجوری خواهد بود که یه لیبل داریم، میتونیم داشته باشیم نداشته باشیم، بعد اینستراکشنمون خواهد بود، بعد احتمالاً یه سری پارام خواهد بود، پارام و الاخر، و بعدش هم میتونیم کامنت داشته باشیم یا نداشته باشیم، و این همش تو یه خط باید باشه. طبیعتاً همه اینا دل بخواهیان، یه کامنت میتونیم داشته باشیم یا نداشته باشیم، اینستراکشنمون و لیبلمون هم حتی میتونه وجود داشته باشه یا نداشته باشه، میتونیم روی خط فقط لیبل داشته باشیم، یه خط فقط اینستراکشن داشته باشیم، یه خط فقط کامنت داشته باشیم، یه خط لیبل و اینستراکشن داشته باشیم، کامنت نداشته باشیم، هر ترکیبی از اینا ممکنه. فکر کنم تنها ترکیب، نه همه ترکیب با اینا ممکنه، حتی لیبل و کامنت، همه چی ممکنه. پس این سه قسمت اصلی رو داره، نه بزنین سمیکالون جز اینه، این سه قسمت اصلی داره. از سمیکالون به بعد همه چی تا آخر خط کامنت حساب میشه. این وایت اسپیس هیچ مشکلی نیست، پس من میتونم یه تعداد زیاد، مقدار زیادی هم وایت اسپیس توی خط داشته باشم، مثلا خط من میتونه خالی باشه کلا، هیچی توش نباشه، همه اینا ممکنه. سه قسمت اصلی من یه لیبل خواهد، لیبلمون احتمالاً برای اینکه پارس کردنش یه ذره راحت‌تر بشه یه ادساین میذارم اولش، این لیبلمونه، درسته خوبه این شکلیه. بعد اینستراکشنمون، نمانیکمون، حالا اسم اینستراکشنمون خواهد بود و پارامترش اگر داشته باشه، قاعدتا نباید اینستراکشن داشته باشیم که خیلی پارامترهای زیادی داشته باشه، چون ما استک همیشه داریم کار میکنیم، پارامترمون همیشه مشخص از کجا میاد و خروجیش به کجا میره، ولی بعضی وقتا ممکنه مثلا برانچ وقتی میخوایم بکنیم، تارگت برانچ رو احتمالاً به صورت یه پارامتر اکسپلیسیت مینویسیم احتمالاً. این شکل کلیه اینستراکشنمون. تمام پارامترها رو باید بیشتر صحبت کنیم که پارامترها اون چه شکلی چی میتونن باشن. خب پروگرامون یه سری از یه سری استیتمنت تشکیل شده، وقتی اینو مینویسم یعنی این که صفر یا بیشتر از یه چیزی، صفر تا یا بیشتر استیتمنت. استیتمنت ما، استیتمنتمون هست صفر یا یکی لیبل، لیبل برای جامپ استفاده میشه دیگه، من میگم به فلان جا جامپ کن، اون فلان جا رو اینجا نوشتم، لیبل اسپک اسمشو بذارم، لیبل اسپک، بعد اینستراکشن اسپک و کامنت اسپک، و بعدش هم که end of line، و end of line وقتی من بذار end of line رو اینجوری کد کنم، حالا بذار بجای این بذارم \n مثلا \n تموم میشه، حداقل چیزی که استیتمنت من باید داشته باشه یه \n. نه یا شاید هم میتونم \n رو جز کامنت فرض کنم و برای، نه بذار این داشته باشه جزوه، آره خوبه. خب لیبل اسپک چجوریه؟ لیبل اسپک، لیبل اسپک هست وقتی اینجور نوشتم یعنی صفر یا یک، در واقع این یعنی آپشنال، یعنی این چیزی که این تو نوشتم آپشناله، میتونه باشه یا نباشه. لیترال ها رو هم که اینجوری، یعنی وقتی کاراکتر مقال منظور همه داخل، بذار اینو به جای این که اینجور بنویسم، بنویسم EOL. حروف بزرگ وقتی مینویسم یعنی توکنه، یعنی لکزیمه، لکزم، لکزیم، لارج، یعنی اونه.
توکن. لیبل اسپک، لیبل اسپک یه ادساین داره، بعد یه ایدنتیفایر داره و بعدم یه دونه دو نقطه داره. بد نیست، خوبه. کامنت اسپک هم چون ساده است، اینا کامنت اسپک من با یه سمیکالن شروع میشه، با یه سمیکالن شروع میشه و بعدش anything but EOL end of line و همین. instruction spec من، instruction spec یه خورده شاید پیچیده تر باشه، شاید نباشه. اولش یه ایدنت که این instruction مونه، ایدنتیفایره، ایدنتیفایرمون خب بعد از ایدنتیفایرمون چی داریم؟ یه سری پارامتر اپشنال داریم. پارام و بعدش هم ویرگول پارام. اگه خاطرتون باشه همونطور که گفتم این یعنی صفر یا بیشتر و اینم که یعنی اون برکت باز و برکت بسته، یعنی که صفر یا یک. پس کلن از این پارامترهاش میتونم صفر تا یا یکی داشته باشم، از مجموع پارامترهاش. یعنی کلن هیچ پارامتر نداره یا یه سری پارامتر داره که اون یه سری پارامترش یا یه پارامتره و ویرگول هم بعدش نیست، یا همین که اگه ویرگول داره حتما یه پارامتر بعدی هم باید در کار باشه و از این ویرگول پارامتر میتونم به تعداد زیادی داشته باشم. خب حالا ident مونده که با تعریف کنم چیه. ident ident احتمالاً هست letter و یه تعدادی، بذار اینجوری بنویسم، آلفا و آلفا نا، این ایدنتیفایر مونه. حالا اندرسکور هم جزء آلفا حساب میشه فرض میکنم، اون پایین تعریف میکنم. ایدنتیفایر دیگه چی؟ دیگه نگاه کنیم anything but UL که ترمینال، به اینا میگن ترمینال رسی، با حروف بزرگ ترمینال ها من نوشتم. اینا نان ترمینال هن، ترمینال در موردش صحبت میکنم که ترمینال چند، ترمینال تقریبا همون توکن همونه در موردش صحبت میکنم. شاید ایدنتیفایر توکن باشه، حالا نه ترمینال با توکن شاید فرق کنه. گفتم خیلی دنبال فرمال اسپسیفیکیشن و این چیزا اینجا نباید بگردید، چیزی که کارمون رو میندازیم می‌نویسیم و اونجوری استفادهش می‌کنیم. خب ایدنتیفایر این شکلیه. پارام رو باید تعریف کنم. پارام میشه پارامترهای من یا وریبلن یا ایمیدیتن، درسته؟ فکر کنم همین دوتا باشه، که وریبل شکلش همون ایدنتیفایره، ایدنت شکل وریبل، و ایمیدیت فعلا فقط چی داریم؟ فعلا ایمیدیت فقط عدد داریم بیگه. حالا فرض میکنیم که هگز هم فعلا نداریم، پس عددهای من این شکلی هن که 1 تا 9. ایمیدیت هم بذار اینجوری بنویسم int literal، این هم ایمیدیت. دیگه چی مونده؟ ایمیدیت هم نوشتم، همشو نوشتم. حالا فقط اون ترمینال هم، یعنی جایی که گرامرم تموم میکنم، ترمینال هم تعیین کنم. EOL من هست، EOL من چیه؟ EOL من هست \n، این end of line من. دیگه چی؟ anything but EOL هم هست،
هم که مشخصه از چیزش، ولی از اسمش. ولی خب به هر حال اگر anything but you lose اینجا مساوی بذارم بجای دو نقطه، anything but you من هست، همه چی بجز بک اسلش. اگه بخوایم با سینتکس regular expression بنویسیم، سینتکس های مختلفی برای این هست. حالا من فعلا اینجور نوشتم، مهم نیست. دیگه چی داریم؟ دیگه آلفا داریم. آلفامون هست ای، بذار چیز نذارم، بذار دور اینا کوتیشن نذارم، اینجا مشخصه دیگه دارم دارم چی صحبت میکنم. A to Z Z بزرگ و underscore. underscore اول بذار. آلفا نام هست، اینتلیترال هم فکر کنم باید اینجا تری، نه بذار اینتلیترال نان ترمینال باید باشه. اینت لیترال اینجوری تعریف میشه که از یک تا نو اشکالی داره که با صفر اول شروع بشه. اوکتال و اینا اگه بخوام بنویسم آره، ولی تگزام بخوام بنویسم صفر اکس بعد اولش بذارم، نه بذار با صفر شروع نشه. پس نان زیرو دیجیت و یه تعدادی دیجیت و یه دونم منفی یا مثبت آپشنال اولش. اینت لیترال من فعلا. منفی یا مثبت. خب آلفا ناممون چیه؟ آلفا ناممون هست، چون نان زیرو دیجیت دیجیت لازم داریم میتونم الان ازش استفاده کنیم، هست آلفا یا چی جا دونیستم اندرسکور چون نوشتم خوبه، آلفا یا دیجیت آلفا نمونه. دیجیت من هست، دیجیت هست 0 تا 9 و نان زیرو رو فکر کنم اینجور بنویسم، نان زیرو دیجیت هم هست 1 تا 9. آلفا نام چیز دیگه هم نداریم. پس من ترمینال هم اینجور تعریف کردم، نان ترمینال هم رو هم اینجوری، گرامرم اینجوری تموم شد، تعریف شد. میبینید که گرامرمون خیلی پیچیده نیست. در مورد گرامر چیزی که باید توجه کنیم اینه که اولا گرامرمون نباید هیچ کدوم از این رولای گرامر به اینا فرض کنه، اگه بگیم رولای گرامر هیچ کدوم نباید برگرده به خودش، از سمت چپش نباید خودش باشه. حالا دلیلش رو احتمالا میدونید دیگه، ولی خب یا میتونید حدس بزنید. باطن اینکه ما این گرامرمون رو بازگشتی میخوایم اِوالوییت کنیم، اگه پروگرام اولش با پروگرام شروع بشه بگیم پروگرام میتونه اولش پروگرام باشه بعدش مثلا یه چیز دیگه هم تهش اضافه باشه. یه راه نوشتن پروگرام اینجوری بود دیگه، یه راه نوشتن پروگرام اینجوری بود که بنویسم بزن بگم پروگرام هست، پروگرام بعدش هم استیتمنت یا هم خالی لاندر چجوری نیستم؟ کسی بلد لاندر چجوری نیستم؟ ولی من نیستم لاندر، لاندر معمولا یعنی خالی.
اون تا علامت یادم نیست چی میذاشتیم. به هر حال میتونم پروگرامو اینجور تعریف کنم دیگه، که پروگرام میشه یه پروگرام و یا بعدش یه استیتمنت، یعنی یه استیتمنت به تهش اضافه میشه، قبلش پروگرامه، یا هم که خالیه. اینجوری مثلا یه پروگرامی که سه تا استیتمنت داشت، سه بار از اینجا اِوالوییت میشد، میشد یه پروگرام یه استیتمنت، بعد میشد یه پروگرام دو تا استیتمنت، بعد میشد یه پروگرام سه تا استیتمنت، بعد اون پروگرامی که باقی مونده بود میرفت به لاندا، میشد هیچی و سه تا استیتمنت ازش میموند. ولی این بازگشته چپ داره، هیچ وقت من توی کد عادی که مینویسم اینو نمیتونم، این ترمینیت نمیشه، همینجوری میمونه که به رول پروگرام میتونه بره تو، پس میره تو رول پروگرام. بعد پیاده سازیش آشنا باشید. برحال بازگشته چپ نباید داشته باشه، یعنی اولین نان ترمینالی که سمت راست یه دونه از این دو نقطه مساوی داریم نباید همون چپیه باشه، و این غیر مستقیم هم نباید اتفاق بیفته. مثلا وقتی پروگرام میره به استیتمنت، استیتمنت نباید سمت چپیش اولین پروداکش، اولین چیزی که پرودوس میکنه خود پروگرام باشه یا خود استیتمنت باشه، نباید اینجوری باشه چون بازگشتی میشه. در مورد پروگرام میتونیم اینو راحت چک کنیم. پروگرام یه کار فرمالی که میکنن برای این عبارت ها، فرست و فالو درست میکنن برای هر کدوم از این نان ترمینال ها، یه مجموعه ای از ترمینال درست میکنن که میتونه اول پروداکشن پروگرام اتفاق بیفته. اگه اینو ادامه بدیم جلو میبینیم پروگرام میشه استیتمنت، میتونه هیچی استیتمنت یا عالم استیتمنت بشه. پس پروگرام ممکنه کلن خالی باشه، یعنی اولین چیزی که تو پروگرام ممکنه ببینیم میتونه یه EOI باشه، یه فرض کنیم یه ترمینال داریم به اسم EOI که end of inputه، که هیچ چیز خاصی نیست، فقط این تای اینپوتمون رو نشون میده. و پروگرام پس first و followش بذار اینجا بنویسم. first شامل EOI میشه، EOI میشه دیگه. چی میشه firstش؟ چون میره به استیتمنت، استیتمنت فرست استیتمنت رو حساب کنیم، بعد ببینیم هرچی فرست استیتمنت شد اونا هم اضافه میشن به فرست پروگرام. فرست استیتمنت رو برای اینکه بخوایم حساب کنیم، استیتمنت میتونه بره به لیبل spec، که اگه بره به لیبل spec فرستش حتما @sign. پس فرست این حتما دقت کنید که @sign رو من دیگه تو لیست ترمینالم ننوشتم، مشخصه که ترمینال، یعنی من ترمینالی به اسم @sign باید داشته باشم که اونجا از لیترال @sign دو نقطه استفاده نکنم، از @sign استفاده. خب اگه پس بیایم تو لیبل اسپک، ولی پر استیتمنت اون میتونه لیبل اسپک نداشته باشه، مثلا این آپشنال دیگه میتونه این وجود نداشته باشه، با اینستراکشن شروع بشه. اگه بریم تو اینستراکشن اولش آیدنتیفایر داره و این آپشنال نیست، پس حتما اینستراکشن با آیدنتیفایر شروع میشه، آیدنتیفایر هم با آلفا شروع میشه، پس استیتمنتمون میتونه با آلفا شروع بشه، حتما با آلفا شروع بشه، آلفا نمریک هم نه آلفا. اگر ولی اینستراکشنمون هم چیزیه، اینستراکشنمون هم آپشناله، پس ممکنه با کامنت شروع بشه، کامنت هم اگه بریم تو اولش با سیمیکالن شروع میشه، اینم هیچ شکی توش نیست، و ممکنه کامنت هم نداشته باشه، فقط یه EOL داشته باشه. پس first statement یکی از این چهار تاست، پس first program هم یکی از این چهار تاست، @sign alpha semicolon و EOL. فرست لیبل اسپک خیلی مشخصه، فقط یه پروداکشن داره لیبل اسپک، فقط یه چیز میتونه باشه اونم @sign. این بی ان افی که من دارم مینویسم اصلاً بیکوس نور فرمی که من دارم، اسم دوتا آدمه، بیکوس و نور یه چیز توی مایه ها، اسم دوتا آدمه. اینی که من دارم مینویسم خیلی من درآوردی روش اونا نیست، روش اونا این شکلی نیست که آپشنال و اینجوری داشته باشیم، من دارم ملغمه ای از رگولار اکسپرشن و این چیزا دارم مینویسم، DNF. خب کامنت هم که مشخصا حتما با سمیکالن شروع میشه، اینستراکشن اسپسیفیکیشن من حتما با آلفا شروع میشه، آلفا نام نه، هم نه، فقط با آلفا شروع میشه، آیدنتیفایر من حتما با آلفا شروع میشه، و پارام من با دو چیز میتونه شروع بشه، یا وریبل باشه که میشه آیدنتیفایر که با آلفا شروع میشه، یا با ایمیدیت دیگه، ایمیدیت هم که یه اینتجر لیترال فقط میتونه باشه که یا با منفی مثبت شروع میشه، منفی مثبت هم باید توی کوتیشن بذارم، چرا احمقه، خب،
یا همین که با یه نان زیرو دیجیت شروع میشه. پس این یا با منفی یا با مثبت یا با 1 تا 9. پس با 0 هم نمیتونه شروع بشه. میدیتمن پارامترهای من نمیتونن با 0 شروع بشن. 0 رو بعدا لازم داریم برای وقتی که هگز لیترال مثلا میخوایم اضافه کنیم، یا اوکت لیترال، یا همچین چیزایی میخوایم اضافه کنیم. خب وریبل من با آلفا شروع میشه مشخصا، ایمیدیت منم با یک از اینا شروع میشه فعلا. خب این 1 تا 9 رو داخل کوتیشن گذاشتم، نه چرا، ولی خب فرق خیلی جدی نیست. پس اینا فرستا من اینجا بذار اینجوری بنویسم productions بنویسم. یه جدول فالو هم باید درست کنم، منتها فعلا حسش نیست. first فرستا فالو فرست استفادهش اینه که من اگر دو تا پروداکشن داشته باشم که مثلا دقت کنید که این استیتمنت واقعا یه دونه رول نیست دیگه. این استیتمنت من 1 2 3 یه حالت، 2 حالت، 3 حالت، 4 حالت، 5 حالت، 6 حالت، 7 حالت مختلف میتونه داشته باشه فکر میکنم. این تنها اینو این 4 اینو این 5 اینو این 6 هفتش کنه باشه 8 همش باشه. 8 حالت مختلف اون مشخص بود دیگه. 8 حالت مختلف میتونه داشته باشه و 8 تا پس رول مختلف داریم برای استیتمنت. حالا اگر این رولای مختلف من شروعشون با هم یکی باشه من دچار مشکل میشم. حالا الان 8 حالت شروع نداریم ولی خواهید دید که مشکلی نداریم واسه اینکه تشخیص بدیم استیتمنت واقعا به کدوم یکی از اینا، کدوم یکی از این حالت ها رو داره میره. اگه فرض کنیم که هم کامنت من با @ شروع میشد هم لیبل من با @ شروع میشد مشکل پیدا میکرد. الان اصلا همینجا میتونیم ببینیم اگه من @ رو برای لیبل نمیذاشتم، اگر @ رو برای لیبل نمیذاشتم اتفاقی که میافتاد این بود که لیبل منم با ایدنتیفایر شروع میشد. ایدنتیفایرم که با آلفا شروع میشه پس میشد آلفا. اگر من میمادم تو استیتمنت، تو رول استیتمنتم و یه آلفا، یه حرف میدیدم اولش، یه ای کوچیک یا زد بزرگ یا هر چی، یه چیزی میدیدم، اولین به من اولین کاراکترم وقتی دارم استریم ورودیمو میخونم نمیدونستم که الان این یه لیبله که من باش روبرو شدم یا یه اینستراکشنه، چون هم لیبل من با آلفا شروع میشه هم اینستراکشن من با آلفا شروع میشه و من نمیدونستم کدومه. برای همین اول لیبل من، اول پروداکشن لیبل من، من یه @ گذاشتم که مشخص کنه الان با لیبل روبرو هم یا با اینستراکشن. دقت کنید که این مسئله واقعا فقط برای راحتی کار ماست، وگرنه خیلی از زبون‌های برنامه‌نویسی هستن که این مشکل رو دارن و تو اون پارسرای اون زبون‌ها یا لکسیکال انالایزرای اون زبون‌ها یا هر دوش باید یه سری توکن جلو، معمولا پارسراش، لکسیکال انالایزر نه، پارسراش باید یه سری توکن‌های جلوتر رو هم بره جنریت کنه و به اون زبون‌ها معمولا میگن اون زبون‌ها باید لوک اهدای بیشتر داشته باشه. یعنی وقتی یعنی فقط با یه دونه سیمبل، با یه دونه توکن نمیتونه بفهمه که کدوم رول گرامر رو الان داره میبینه، یعنی داره مثلا تعریف متغیر میبینه یا تعریف کلاس، تعریف فانکشن میبینه. تو سی مثلا وقتی من مینویسم int x، تا اینجا الان معلوم نیست که دارم متغیر تعریف میکنم یا دارم فانکشن تعریف میکنم، چون ممکنه بعدش پرانتز باز بذارم و برم سراغ فانکشن تعریف کردن، یا ممکنه بعدش مساوی 10 بذارم و بشه تعریف متغیر. پس توی سی وقتی این تو میبینه نمیتونه بفهمه، این تو میفهمه چیه ولی نمیدونه که این تعریف متغیر یا تعریف فانکشن. اکس رو هم میبینه نمیتونه بفهمه، الان هنوز ممکنه تعریف متغیر تعریف فانکشن باشه، احتمالاً بعدیشو که ببینه میفهمه، هرچند ممکنه بعضی شرایط با بعدیش هم نفهمه، ولی خب
آره در بعضی شرایط واقعا نمیفهمم. تو سی پلاس پلاس مثلا پرانتز باز من میتونم بذارم توش بنویسم 12 و تا این 12 رو ننویسم نمیفهمه کامپایلر، که تا 12 رو نبینه نمیفهمه که این داره چی کار میکنه، چون به جای 12 ممکنه بنویسم اینت. اگه اینجوری بنویسم این تعریف فانکشنه، اگر اینجوری بنویسم این تعریف فانکشنه، ولی اگه توش بنویسم 12 این مقدار دهی با سینتکس فانکشنیه، با سینتکس کانستراکتوریه در واقع. پس یه زبونی مثل سی زبونیه که لوکهد زیاد باید داشته باشه. وقتی میخواد ببینه چه کار داره میکنه، داره چه رولی تو گرامر رو دنبال میکنه، باید چند تا توکن جلوتر رو هم نگاه کنه. ولی زبون ما میخوایم کارمون میخوایم ساده باشه، با همون یه توکن بدون هیچ لوکهدی، بدون اینکه بعدیا رو نگاه کنیم اصلا، بفهمیم که با چی طرفیم، با چه رولی تو گرامرمون طرفیم. پس یکی از قوانین مهمی، که از قواعد مهمی، که از رولایی که من برای خودم گذاشتم تو طراحی این زبان اینه که بتونم بدون هیچ لوکهدی، با صفر لوکهد بتونم زبونم رو پارس کنم. یعنی همیشه یه توکن رو بردارم، با نگاه کردن به همون توکن بدون هیچ گونه امبیگویتی دقیقاً بدونم الان دارم چی کار میکنم، الان تو کدوم رولم، تو کدوم پروداکشنم دارم چی دارم، چه نان ترمینال یا ترمینالی رو دارم میبینم، دارم کجا هم تو این گرامرم، کجا این هستم. پس این قانون مهمیه برای من. زبونایی که لوک هد لازم دارن یه جوریان. احتیاج به خیلی پارسرشون رو اگه می‌خوایم بنویسیم، اگه ساده پارسرشو بنویسیم، خیلی بک‌تراکینگ لازم داره پارسرشون. یعنی ممکنه خیلی لازم داشته باشه. زبونایی که لوک هد ندارن احتمالاً بک‌تراکینگ هم احتمالاً که نه بک‌تراکینگ نمی‌خوان. زبونایی که نیازی به لوک هد ندارن، و این خاصیت گرامر زبانه. یه خاصیت خیلی مهم از گرامر زبانه که چند تا لوک هد می‌خواد. داشتم در مورد بقیه قوانین گرامر هم سوال میکردم، گفتم که بازگشتی چپ نباید داشته باشه، لوک هد نمیخوایم داشته باشه، بدون لوک هد میخوایم بتونیم پارس کنیم این زبانو. پس فرستاشو باید یه نگاهی بهشون بندازیم ببینیم که همیشه آیا آن امبیگیوس میتونیم تصمیم بگیریم که از کدوم پروداکشن باید بریم یا نه. فالو رو برای بحث همون لوک هد و اینا لازم داریم. ما فکر میکنم تو زبانو مثلا لازم نیست حتی در مورد فالو چیزی بدونیم، یعنی فالو بعد یکم بهش فکر کنم. فکر نمی کنم که احتیاج به یه همچین موضوعی داشته باشیم، احتیاج به فالو داشته باشیم. فالو هم یه چیزی مثل فرسته. فرست ترمینال هایی هستن که به ازای هر نان ترمینال ممکنه ببینیم وقتی پرودوسشون داریم میکنیم، از اون پرودکشن داریم میکنیم. برکنون از میگن یه پرودکشن، این که لیبل سپک میره به ادساین، آیدنت و دو نقطه، این یه پرودکشنه. الان این خطی که اینجا نوشتم 8 تا پرودکشنه، این یه خط احتمالاً 2 تا پروداکشنه حداقل. آره 2 تا پروداکشنه حداقل همش گفتم. وقتی که تو اون فرمت درستش بنویسیمش، این خط یه پروداکشنه. خلاصه به هر کدوم از این پروداکشن یه تولید، یه رول، هرچی. خلاصه این فرست تایم من نان ترمینالام دیگه، نان ترمینالام هستن، توکنام من یه جوری، هر وقت با این توکن روبرو شدم باید بدونم از کدوم پروداکشن باید برم پایین. حالا من اینجا میدونم که این 8 تا پروداکشن نیست، این استیتمنت رو باید برای اینکه درست بنویسیمش، برای اینکه آن امبیگیوس باشه، باید با 4 تا پروداکشن بنویسیم. 4 تا پروداکشنش هم حالا فقط برای تمرین این شکلی میشن. یه پروداکشنش اینه که با لیبل اسپک شروع بشه و بعدش ادامهش باشه چی باشه، instruction or comment، بعدش هم که UL، یا ولی label spec اصلا شروع نشه. دارم پروداکشن های درست ترش رو دارم می‌نویسم و پروداکشن های استاندارد ترش رو دارم می‌نویسم. با label spec اصلا شروع نشه، با instruction spec شروع بشه، با instruction spec شروع بشه و بعدش comment instruction or comment or nothing، اینا همه nothing هم دار، comment or nothing. اینجوری اسکوزاری، خب اسم اسکوزاری بدی، یا همین که با کامنت شروع، کامنت اسپک شروع بشه،
بعدش EOL باشه یا هم که مستقیم بره به EOL. اینجوری الان با این چارت پروداکشنی که من برای نوشتم، هنوز دقت کنید که من instruction or comment or nothing رو ننوشتم، ولی به هر حال instruction or comment or nothing رو اگه بخوام بنویسم اینجوری باید بنویسم، نان ترمینالشو instruction or comment or nothing میره به چی؟ مشخصه دیگه، میره به اینم چند تا پروداکشن داره، یا میره به instruction spec، instruction spec و بعدش comment or nothing و بعدش EOL. ها نه EOL نه دارم نیستم، آره EOL اون بالا بود. یا اینکه این میره به instruction or comment or nothing، میره به comment or nothing، میره به comment spec، comment or nothing نه، میره به comment spec، یا همین که میره به لاندا، یعنی هیچی. دقت کنید که لاندا یعنی هیچی. و اون یکی دیگه که comment or nothing باشه، comment or nothing هم اینجوری تعریف میشه که یا comment spec یا هیچی نیست. خب حالا اینجا من وقتی وارد استیتمنت میشم، فرست تایم اگر اولین توکنی که میبینم آلفا باشه، ات ساین باشه توی ورودیم توی برنامه‌م، اگر ات ساین ببینم میدونم که این پروداکشن رو باید برم، چون این پروداکشن با لیبل اسپک شروع میشه، ولی فقط لیبل اسپکه که فرستش ات ساین داره، اولش ات ساین داره. اگر آلفا ببینم باید این پروداکشن رو برم، اگر سیمی کالن ببینم این پروداکشن رو ببینم برم، و اگر EOL ببینم این پروداکشن رو باید برم. این رول رو یعنی باید دنبال کنم. پس هیچ امبیگویتی اینجا وجود نداره، بازگشتی چپ وجود نداره، هیچی وجود نداره. اینجا همینطور، اگه بیام توی instruction or comment or nothing، اگر آلفا ببینم این رول رو باید برم، اگر سیمی کالن ببینم این رول رو باید ببینم برم، و اگر یکی از فالوهاش رو ببینم، دقت کنید وقتی لاندا داریم فالوها رو استفاده میکنم، داره یادم میاد، اگر یکی از فالوهاش رو ببینم که فالو instruction or comment or nothing، فقط EOL تنها ترمینالی که میتونه بعد از instruction or comment or nothing اتفاق بیفته، EOL. اگر EOL ببینم خب میدونم این رول رو باید برم، رولی که لاندا یه کار خاصی، چون هیچ چی نیست یک بلای خاصی سرمون میاره. comment or nothing هم که میام، اگر سیمیکالن ببینم این رول رو باید برم، و اگر comment or nothing هم از اونجایی که تنها فالوی که داره EOL، comment follow اینجوری تعریف میشه که first نان ترمینال هایی که بعد از این اتفاق میفتن، یا خود ترمینال هایی که بعد از این اتفاق میفتن، مجموعه همه اینا میشه follow x مثلا، میشه first نان ترمینال هایی که بعد از x اتفاق میفتن تو همه پروداکشن ها، به اضافه اجتماعش با همه ترمینال هایی که بعد از x اتفاق میفتن. خلاصه، ولی ما اینجوری نمی نویسیم دیگه. من اونجوری که نوشتم تو ذهنم دنبال میکنم اینو و امیدوارم که خرابکاری نکنم. با توجه اینکه گرامرمون خیلی ساده است و کلن 10 تا رولم نداره، این خیلی مشکل بزرگی نیست. اینجوری خب اینجا هم همینطور. ببین ایدنت، من اگه پارام بخوام، اگر بعد از بعد از تو instruction spec مثلا، که از مشکلی که ممکنه پیش بیاد اینجاست دیگه، اگر بعد از اینکه identify رو خوندم یه آلفا دیگه ببینم، چون پارامترهای منم با پارامترهای variable یا immediate هن و آلفا یا منفی یا مثبت یا یک تانو، اگر یکی از این چهار تا توکن رو ببینم میفهمم که با پارامتر روبرو هم. اگر هر چیز غیر از اینا ببینم، این رول دیگه تموم شده، باید برم برگرد احتمالا توی اون چیزم، توی اون ساختار بازگشتی که می نویسم باید ریترن کنم، که باعث میشه ریترن کنم به اینجا و برم دنبال کامنت خوندن یا end of line. خب این از گرامرمون. من فکر میکنم که 2 ساعت تقریبا شد، 1 ساعت و نیم، 1 ساعت بذار میتونم نگاه کنم، 1 ساعت و نیم نشده هنوز. پس
یه ذره دیگه اینو ادامه میدم. جایی برای ادامه دادن داره؟ فکر کنم نداره جایی برای ادامه دادن فعلا، یعنی جای منطقی که الان تمومش کنیم، چون جلسه بعد میخوایم بریم سراغ پیاده سازیش. پیاده سازیش هم اینجا میخوایم انجام بدیم. آها بذار اینو من براش یه بیلدم بنویسم. نیو فایل build.bat. یه ذره دارم از ویژوال استودیو نمیخوام استفاده کنم، نمیدونم چرا از ویژوال استودیو نمیخوام استفاده کنم، ولی ظاهرا نمیخوام. احتمالاً مجبور میشیم بریم سراغ ویژوال استودیو. build.bat مون اینجوری خواهد بود که cl/ehsc/nologo.yal.cpp. بکنم این yal رو تولید کنه که خوبه. تو این همینجوری نمیتونیم اجرا کنیم این بچ فایل رو، باید توی این کامند پرامپت ویژوال استودیو این کارو بکنیم. میتونستیم خودمون یه بچ فایل فراخوانی کنیم، یکی از بچ فایل های ویژوال استودیو فراخوانی کنیم که بهمون اینو میده. اگر من اشتباه نکنم توی پروژکت سی پلاس پلاس وای ای ال اینجا درسته بیلد دات بات. خب بیلد شد و یه وای ای ال هم برامون ساخت که هیچ کاری نمیکنه. برای اینکه مطمئن بشیم که داره واقعا کدمون رو کامپایل میکنه، من اینجا اینکلود میکنم سی استود آی او رو و جنگم پرینت اف بر کوتیشن اوتوماتیک دارم آفش کنم. میگم اولین باری که دارم از این استفاده میکنم، خیلی مهمه کوتیشن اوتوماتیک این توه. کامپلیت نیست اسمش چی می... برکت مچر ها نه هایلایت، این هایلایت میکنه. اکسپشن فایند اند ریپلیس گیت دیف گو تو لاین گرامر سلکتور اگه نمیدونم این چیه. ایمیج ویو نظر میاد که هر کاریش بکنم این ممکنه توی مثلا فقط میشه دیسیبل کرد، نمیشه تنظیمشون کرد. چیشو باید تنظیم کنم پس؟ شاید تو اون کانفیگ ادیتور ها، کانفیگ فولدر چقدر خب یه دونه دیگه باز کرد، اینستنس دیگه شو باز کرد. فاند سافت تب تب لنگت تب تایپ من نمیبینم اونی که انگار نداره چیزی. شاید شما دارید میبینید و من نمیبینم. نه نداره، تو یه جایی تو اون کانفیگاشه دیگه، توی این
80 تا شبیه جیسونه ولی با ایدنتیشن و با ایدنتیشن و اینا چیز میشه. خب مهم نیست، اینو فعلا کاری باش نداریم، اینم کاری باش نداریم، به زندگیمون میرسیم دیگه. حالا اینو میخوام فقط ببینم که خب و هلو ورلد. پس بیلدمون کار میکنه، این پارامترهایی که توی بیلد گذاشتم EHS اینه که exception handling رو enable کنم، چون با library standard دارم لینک میکنم ممکن exception handling لازم داشته باشم احتمالاً. نو لوگو هم برای اینه که ویژوال استودیو ننویسه، مثلا این ویژوال استودیو کامپایلر ورژن فلان ایناست. حالا یه بار بذار نو لوگو رو بردارم که فقط برای اینکه تو ویدیو بمونه که این چه ورژنی از کامپایلر من دارم باش کار میکنم. ویژوال استودیو 19 که مایکروسافت سی کامپایلر 19 روی ویژوال استودیو 2015. یل وی ام ما می نویسیم که اون ورچوال ماشینمونه که ران میکنه، یلن یل کامپایلرمونه وای یل در واقع. خیلی خوب، اینجا این امروز تموم میشه جلسهش، فکر میکنم یه ساعت و نیم شد دیگه. بله دقت خوب یک ساعت و نیمه. فقط برای اینکه شروع کرده باشم یه کار دیگه رو، اسم این گفتم اسم این سری هست وای پروگرام. و وای پروگرام من کجا رو باز کنم؟ تو نوتس وای پروگرام ایهامی هم داره، بلک نوت کاری نداریم. میخوام ممکنه وای پروگرام وسط این اسمبلیه یه کار دیگه بکنم، هر ترتیب ممکنه داشته باشه. نمیتونم قول زیادی بدم در مورد اینکه با چه ترتیبی جلو میره یا موضوعم چه جوری خواهد بود. هر چیزی که حس کنم که مثلا یه ساعت یا ساعت و نیم میتونم در موردش حرف بزنم رو میخوام اینجا داشته باشم. بذارید یه کاری بکنیم، وقت داریم دیگه، بذارید تا دو ساعت وقت فرض کنیم داریم. بذارید یه برنامه نمونه، برنامه نان تریویال با این زبون وایایلمون بنویسیم. ها فکر کنم کار خوبی باشه، بذارید این کار رو بکنیم. فرض کنیم که میخواییم یه برنامه بنویسیم که n یه n از ورودی بگیره و عدد انوم فیبوناچی رو تولید کنه و نمایش بده. ها و این اسمبلیمون میخواییم اینو بنویسیم. اول این مشکلمون اینه که عدد n رو از ورودی بگیریم. برای اینکه n رو از ورودی بگیریم من یه متغیر به اسم alloc i به اسم n میخوام و طبیعتاً read i میکنم. هیچ پارامترش هم نداره و بعد pop i میکنم توی n. پاپ آی عدد رید آی عدد رو میذاش روی استکمون دیگه، اون عددی که خونده بود و میذاش روی دیتا استکمون. پاپ آی از بالای استکتون اینتجر برمی داشت و میذاش توی ان. پاپ آی قاعدتا باید چک کنه که هم عددی که روی استک اینتجر باشه، همین که قاعدتا همین که انمون اینتجر باشه. متا اینکه این چک ران تایم اتفاق بیفته یا نه رو من نمیدونم. اینکه انمون اینتجر باشه رو من میتونم موقعی که دارم کامپایل یا اسمبل میکنم اینو چک کنم، ولی این که عدد بالای استکمون اینتجر باشه رو من همیشه بهش دسترسی ندارم. همیشه اینجوری نیستش که من همینجا یه رید آی بکنم. ممکنه ایف داشته باشم، اگر اینجوریه اینتجر بخون، اگر اونجوریه مثلا بولیان بخون، بعد بگم پاپ آی کن. همیشه نمیتونم مطمئن باشم. قاعدتا استاتیک موقع کامپایل کردن اسمبل کردن میشه کارهای زیادی کرد، ولی همیشه نمیشه 100 درصد مطمئن بود. شاید اون قسمت ران تایمش رو اصلا نذارم، شاید هم بذارم، نمیدونم. پس اینو من میخونم، اینو که خوندم بذار اینو برم پایین تر. میخوام برنامه اینه read n and print nth Fibonacci number. این برنامه بعد خونی برنامه مونم از اما اول شروع میکنه به اجرا شدن دیگه. مین و این چیزا نداریم، فانکشن های اونجور. در مورد فانکشن حالا صحبت میکنم که فانکشن چجوری میخواییم داشته باشیم، چجوری اضافه کنیم به این زبان اسمبلی، ولی فعلا در کاری بهش نداریم. خب اینو خوندم، حالا باید
یه دو تا متغیر بگیرم به اسم A و B که A و B دو تا عدد آخر فیبوناچی باشن که تولید کردم. عدد صفرم فیبوناچی تعریف نمیشه دیگه، ولی عدد بزن سری فیبوناچی اونجا بنویسم. عدد یکمش یک، دومش هم یک، بعدیش سومش دو، بعدیش سه، بعدیش پنج، بعدیش هشت، بعدیش 13 و الی آخر. عدد فیبوناچی. پس این عدد یکم فیبوناچیه. اگر اشتباه نکنم تعریفش عدد یکم فیبوناچی، این عدد دوم فیبوناچیه. دو تا اولش یکن. کاری که من میکنم اینه که از عدد صفرم فیبوناچی برای خودم شروع میکنم. فیبوناچی میتونیم فرض کنیم اینجا یه دونه صفرم قبل این داره دیگه. اگه صفرم قبل این داشته باشه اتفاق بدی نمیفته. صفر یک میشه یک اگر این عدد صفرم فیبوناچی باشه و یک و یک میشه دو و الی آخر. پس من از عدد صفرم فیبوناچی شروع میکنم. من اون الوک آی که کردم فرض میکنم که الوک آی دیگه برای A انجام میدم، یه الوک آی دیگه برای B انجام میدم و احتمالاً یه دونه شمارنده حلقه میخوام که اسمشو میذارم آی. شایدم اینو بتونم یکی یکی کم کنم، آیو نمیخوام. ها حالا بذار ببینم آیا میخوام یا نه. اگه نمیخواستم پاکش میکنم. اون الوکیشن هم شاید بتونم یه شورتکاتی واسه الوکیشن بنویسم که نیستم N و A و B و اینجوری مثلا تعریف کنم الوکیشن هم. حالا فعلا متغیرام رو اینجوری الوکیت کردم. کاری که باید بکنم اینه که A رو اینیشالایز کنم به صفر و B رو اینیشالایز کنم به یک. پس پوش ایمیدیت اینتجر انجام میدم، پوش اما یه همچین اینستراکشنی میخوام که مقدار صفر رو پوش کنم. درسته؟ این پوش ایمیدیت بس اینجا بنویسم، پوش ایمیدیت اینتجر، پوش ام آی مقدار صفر. ایمیدیت یعنی ولیوی که من همینجا مینویسمش، این بهش میگن ایمیدیت. این صفر بعد پاپ میکنم، پاپ آی میکنم A رو، پوش ام آی میکنم یک و پاپ آی میکنم B رو. اینجا A و B رو اینشالله کردیم به صفر و یک به ترتیب. حالا باید وارد حلقم بشم دیگه. حلقم اینجوریه که اول حلقه اگر n بزرگتر از یک بود ادامه میدم، اگر یک شده n رو میخوام یک یکی کم کنم. اگر هم اول یک باشه دقت کنید که من میخوام خروجیم آخرش توی b باشه، آخرش b خروجی منه، b رو چاپ خواهم کرد. یعنی بعد از حلقم اینجا بذار بنویسم after، چرا دارم حروف بزرگ می‌نویسم، after loop. توی سینتکسمون دقت کنید که من میتونستم یه لیبل خالی توی خط بر خودش بذارم دیگه. بعد از این کارو میکنم که میگم push i b و write i و برنامه هم اینجا تموم میشه. احتمالاً یه نه لازم نیست چیز خاصی یا اینستراکشن خاصی برای تموم شدن برنامه لازم نیست داشته باشه. این وسط لوپ هم باید بنویسم. پس من جوابم میخوام تو بی باشه و اگر ان من یک باشه، یعنی این که ان من صفر اینا که نباید باشه، ولی اگر ان من یک باشه جواب من همین الان تو بی هست. پس ان من اگر بزرگتر از یک بود کارم ادامه میدم، اگر یک یا کمتر از یک بود تموم میشه. پس من باید ان رو پوش کنم. نه اول یک رو پوش میکنم، میگم پوش ام آی یک و بعدش پوش آی ان و بعد میگم که اگر جامپ کن، اگر لس بود جامپ بنویسم به برانچ بنویسم، بس جامپ بنویسم به احترام ایکس 86، اگر کوچکتر مساوی بود لس اور ایکوال به کجا؟ به after loop.
ادسون افتر لوپ یا افتر لوپ نه ادسون افتر لوپ با اینکه باید متغیرش تو نشه. حالا پس تو سینتکسمون یه دونه پارام یا وریبل یا ایمیدیت یا لیبل نیم که لیبل اسپکمون هست لیبل نیم و دو نقطه و اینجا هم لیبل نیممون هست اینو هیچ هر دوشون هم فرستشون ادساین پس لیبل نیم پس این میتونه پارام فرستش میتونه ادساین هم باشه. گرامر اونجوری عوض کردیم. JLE به افتر لوپ اگر JLE چجوری کار میکنه؟ دوتا اینتجر JILE باید بنویسم چون ممکنه jump if integer is less or equal JILE jump if integer is less or equal. دو تا اینتجر از استک از بالای استک من پاپ میکنه. اگر بالای تاپ کمتر یا مساوی پایینش بود که بال تاپ استک من الان n دیگه اگر n کمتر مساوی 1 بود بپر به افتر لوپ از لوپ خارج شو تو لوپ شد. پس اگه بزرگتر از باشه یعنی 2 یا بالاتر باشه نمیپره به افتر لوپ. خب حالا تو لوپ من چه اتفاقی باید بیفته؟ من باید a و b رو با هم جمع کنم اینم یه دونه کم کنم a و b رو با هم جمع بعد a بشه b یعنی مقدار b رو مقدار فعلی b رو بذارم تو a مقدار b اول باید بشه a به اضافه b و بعد مقدار قبلی b رو بذارم تو a و بعدش اینم یه دونه کم کنم اینم که پاپ میکنه دیگه این جامپ این دوتا اینتجری که از رو استک برمیداره رو پاپ میکنه همونجوری که دوتا اینتجر برمیداره از رو استک و بعد جامپ میکنه بر اساس اون چیزی که اگر اینجوریه پس اینم باید ببریم جلوتر منظورم. خب من باید مقدار A و B رو دوباره پوش کنم رو استک. آره میگم پوش آی A پوش آی B dop i اینستراکشنیه که داپلیکیت میکنه اینو دارم خودم میسازم دیگه on the fly هرچی لازم دارم میسازم duplicate the integer on top of data stack. الان از b دوتا داریم b رو میذارم توی این b یعنی الان رو استکمون یه a اون پایین داریم بعد یه b داریم بعد یه b دیگه داریم این b رو پاپ میکنم تو a پس میگم پاپ i a. خیلی عجیبه که من با دست دارم اشاره میکنم فکر میکنم شما منو میبینید در مورد استک دارم با دست اشاره میکنم. خب a رو پاپ کن بعد یه دونه add i انجام بده a و b رو با هم جمع کن و حاصلش رو بذار رو استک. مثلا یه دونه اینتجر رو استک داریم که اونم حاصل جمع a و b add i میکنم و بعد پاپ آی میکنم بی رو درسته و پوش آی میکنم ان رو دکریمنت میکنم تاپ استک رو بذار اینجور بنویسم دکریمنت ده اینتجر آن تاپ آف استک
و پاپ آی میکنم ان رو و بعدش هم یه دونه جامپ بدون شرط انجام میدم به کجا؟ به ادساین لوپ. درسته؟ خب پس همه یه اینستراکشن هامو یه دونه تب میبرم جلوتر که لیبل هام یه تب بیاد عقبتر که تابلو بشه. پس همین نوشتنه دیگه. اینجا قاعدتا لوپ منه، ادساین لوپ. به این پرش میگم پرش غیر شرطی، پرش همیشه پرش میکنم به لوپ وقتی به اینجا برسم. فقط اول لوپ اگر که اون شرط برقرار نباشه جامپ میکنم به افتر لوپ که از لوپی پرم بیرون. این پس برنامه ایه که بزنم توی صفحه جامپ میشه. آفریام هم ننوشتیم. اگر الوکام من واسهش یه شورت کات بنویسم، حالا فرض کنیم که نوشتم، من احتمالا اینجور نخواهم کرده ولی فرض کنیم که هم چیزی دارم برای اینکه بی خودی هی الوک ننویسم، فکر میکنم برنامه توی یه صفحه جا بشه دقیقا، چون آخرش هم باید فری آی کنم، آیو بیو ایو این به این ترتیب. و الان همه برنامه من تازه با این فونت گندهی که دارم، اگر اینم بردارم همش با توصیفش هم حتی توی یه صفحه چه دونه هی اضافه میرم برو پایین. همش توی صفحه جا میشه. این برنامه ای که احتمالا نمیدونم باگ داره یا نه، هنوز برای ماشین هم نوشته شده که هنوز وجود خارجی نداره، هنوز نیست یه همچین ماشینی که بخواد این برنامه رو اجرا کنه. احتمالا اگه برنامه رو درست نوشته باشم، اگه تغییر نکنه اینستراکشن، همین برنامه رو میتونم وربیتیم روی این ماشین اجرا کنم و به من عدد انوم فیبوناچی رو بده. با توجه به اینکه ما خیلی اندازش رو بر محدود نکردیم، یعنی کاری نمی کنیم برای اوورفلو و اینا، تا یه عدد نمیم چندم فیبوناچی که تو 64 بیت جا میشه، 63 بیت جا میشه، به عدد 64 بیتی علامت دار جا میشه، تا اونجا دیگه هر چقدر شد عددش. ولی خب به هر حال تا اونجا که میتونه عدد فیبوناچی رو میده، عدد انوم فیبوناچی. یه شرط دیگه هم دارم، این که ان حتما باید بزرگتر مساوی یک باشه، اگر صفر یا منفی باشه جواب غلط میده، همون یک چاپ میکنه در اول فیبوناچی رو میده. خیلی خب، اینجا فکر کنم جای بهتری باشه. پس اسمبلیمون دیدیم که میخوایم چی بشه، میخوایم چی رو اجرا کنیم، یه همچین چیزی رو میخوایم اجرا کنیم. اینستراکشن های بیسمون تقریبا همینان، پوش میکنیم، پاپ میکنیم، جمع میکنیم، تفریق میکنیم، اینجور کارا میکنیم دیگه. جامپ میکنیم، جامپ معمولا خیلی مهمه. یه کمی اسمبلیمون نوشتنش طولانیه، ولی همونجور که احتمالاً خواهید دید، امیدوارم در واقع، خود بایت کدمون نسبتاً کامپکت و کوچیک خواهد شد، امیدوارم. هدف اینه که بایت کدمون کوچیک بشه. خیلی خوب، فعلا این جلسه تمومه. ممنونم که احتمالاً اینو تماشا کردید. امیدوارم که قسمت‌های بعدیش رو هم زودتر بتونم بدم. پس این قسمت اول وای پروگرام بود و قسمت اول YAL، نوشتن YAL، Y Assembly Language. امیدوارم همه قسمت های این سری با Y شروع نشه. فعلا خداحافظ.